بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته نجاتو و کشتی شکست ما بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل ولیك الحجت ابن الحسن صلواتو که علی و علا آبای فی هاده الساعه و فی کل الساع ولی و حافظا و قاعدا و و دلیلا و عینا حتی تسکنه طوعا و فیها طویلا با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان به محضر یکایی که شما خوبان عزیزان و بینندگان محترم تبریک و سلام و ادب هر سه رو با هم تقدیم شما کنم در بین اعیاد و موالیدی قرار گرفتیم که خدا به خاطر تک تک اینها به ما روزی میده سال ولادت آقا جواد الائمه صلوات الله و سلام علی ابن الرضا که جان عالم به فدای او امام جود و کرم تولد شش ماهه عبد عبدالله حسین علیه السلام بر شما مبارک باشه ان الله و خیلی زود و جلوتر از همه میگم سال روز ولادت مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین ابل ایتام زوج الزهرا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر شما مبارک باشه در حیرت صناعت علیا نمزه های عجایب ها عمل الله کاپل ناباب تاریخ و جغرافی را گشتم آقا یک دونه ای در عقوام و مزاحم یک دونه ای در عقوام علیا علی در حیر جان شب تابیده علی نوری جان شب تابیده علی اصل امامت تجدید علیه ای مدعیان راه پیامبر تایید احمد تایید علی در ذات بهشت اصلا خدا قبل از خلق دو عالم اسمت رو سردار جنت نوشته یک بار دیگه تبریک بگم این ایام و اعیاد رو به محضر شما و خاصه به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام و علیک پدر آسمانی و نورانی ماست این مولودی که دل همه زمین و آسمان به وجودش و به نورش منور و به حضورش شادمانند اجازه بدید به رسم ادب و اقتباس از این ولادت به پدران به اون کسانی که باعث شدند ما در این دنیا به عشق امیر المؤمنین تربیت بشیم رشد کنیم و عاقبت به خیری رو برای خودمون با ولای علی و اولادش به جان بنشانیم تبریک هم عرض کنم پدرای مهربون قربون شما برم سال روزه ولادت امیر رو اختصاصا به شما تبریک میگم و این روز رو که به نام شما هم میخوانند به محضر شما تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوارم به دعای بابای عالم امیر مؤمنان که پیغمبر فرمودن این حدیث بسیار مشهور بارها گفته شده که علی جان من و تو ابا و هاوه الامه ما پدران این امت هستیم سال روز تولد پدر عالم مبارک باشه دست تزرع میبرد سائل به سویش تا پر شود آب حیاتی در سبویش اصلا کسی را دیده ای با ناامیدی برگشته باشد بی از خاک کویش بخشیدن هی تفاوت داشت با غیر نازل نشد جبریل در قومی م... که حوز کوسر از آب حضورش شد قدر مردی که عدالت یک عمر گشت تشن لب در جست جویش مهر سپوتی بر زبان بندی به پایش خاری به چشم و استخانی در گلویش لعنت به دنیایی که در آن سر خلقت در چاه افشامی شود راز مگویش شاید نجف رفتن برایت ساده باشد مردند خیلی ها ولی در آ... خب تا شادید و توی فضای سرور این ایام هستید زرنگ باشید اهل بیت در این موارد صدقه میدند اعانه میدند و محبینشون رو متنعم میکنند از آقای مامرزا خصوصاً بگیرید چرا که خیلی به امام رضا بابت عدم فرزند داشتن توهین ها میشد او رو همانند جد بزرگوارش آقا رسول الله ابتر میخواندند ولی از اونجایی که خداوند متعال حواسش به همه هست خاصه عزیزان دلش من جمله حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و اینکه مواظبت از مردمی میکنه که خرق کرده و برای اونها هدایتگر راهنما امام و پیشوا میفرسته توی زمان لازم که خود این یک نوع اعجاز به حساب میاد آقا جواد الله رو به امام رضا دادند میدونید دیگه امام رضا در سنین بالا صاحب فرزندی به نام جواد شدند محمد ابن علی ابن موسر رضا و متق... ملقب به جواد اینقدر سرور و فرح و شادمانی به قلب امام رضا وارد شد که حضرت میفرماید مولودی همچون جواد با برکت در عالم نیست لذا بگو آقا جان شنیدیم از قدیم الایام سخنرانها خطبا اهل منبر برای ما گفتند اگر خواستید دل امام رضا رو به دست بیارید اگر خواستید حضرت رو متوجه خودتون کنید با جواد الامش او رو صدا بزنید ما هم عرضه بداریم از سلطان ابل حسن علی ابن موسی ایو هر رضا به ما نگاه کن آبرو نداریم میدونیم باور داریم که ما خطاکاریم و کنهکار چون اول هر حرکتی اقرار به توبه و اقرار به گناه انسان رو پاک میکنه اون وقت محضر یک بزرگ میشه حاضر شد عرضه بداریم آقا آبرویی که نداریم جوادت رو واسطه قرار میدی بین شما و خدای متعال که به ما نگاهی کنند یاد جمله جامعه کبیره امام هادی افتادم یا مولای ان بینی و بین الله ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم شما بخوای همه چیز درست میشه بیا و به خاطر این ولادت واسطه خیر بشو خدا ما رو از قلمش نیندازه <متصار> کجا میخواد در این شب جمعه قبل از اینکه سلام به محضر حضرت سید الشاده علیه السلام بدیم یک کرامت از نازنین پسر امام رضا براتون عرض بکنم اون هم کرامتی که در زمان طفولیت خود حضرت جواد علیه السلام رخ داده البته توی پرانتز شما آگایید برای تذکر به نفس خودم یک بار دیگه این بخش رو میگم که در خاندان اهل بیت کوچک یا بزرگ بودن اونها فرقی نمیکنه اینها امامند علم در وجود اونها از طفولیت نهاده شده به تعبیر دشمنان اینها علم رو همراه با شیر در وجود خودشون دارند و لذا کودک بودن یا بزرگ بودنشون تو بحث اعجاز معجزه ها کرامات و فضایل خیلی فرقی نمیکنه. به قول معروف گفت کودک این خاندان چون بزرگان اشرفند محمد ابن میمون که یکی از یاران امام رضا بود و نابینا بود میگه در مکه در جوار امام رضا علیه السلام قبل از رفتن به سفر اجباری خراسان محضر حضرت بودم گفتم آقا شما دارید میرید و من توانایی همراهی با شما رو ندارم امکانش هست قبل از رفتنتون یک دست خط یک دست نوشته نامه برای آزادتون بنویسید و من رو به او معرفی بکنید حضرت نگاه پرمهری به من کردند و دست نوشته ای رو مرقوم فرمودند مدینه آمدم محضر جواد الائمه حاضر شدم و خواستم که حضرت رو زیارت بکنم آقا جواد الائمه علیه السلام رو پیش من آوردن دست خط پدر رو به ایشان تحویل دادم حضرت نامه رو به موفق خادمشون دادند و فرمودن بازش کن باز کرد حضرت همین چور که به نامه نگاه می کردن یک تفقدی هم به من داشتند محمد ابن میمون میگه که یه وقتی آقا جواد الائمه رو کردند که حال چشمانت چگونه است عرض داشتم همین طور است که میبینید سویی ندارم و نگاهی به این روزگار برای من میسر نیست حضرت با دستان مبارکشون بر چشمان من کشیدند جواد با دستانش کاری کرد که من به محض خروج از محضر جواد نور آفتاب و زیبایی های دنیا را می دیدم. به برکت دستان مبارک او چشمان من بینا شد آره کافی این خانواده اراده کنند برای کسی چیزی محقق بشه خداوند متعال هم ارادهش را بر اراده این خانواده تنظیم می کنه. یه روایت بگم من هنوز توی فضای آقا امام هادی هستم داره که یه کسی نامه نوشت به حضرت حادی علیه السلام که آقا جان من اگر حاجتی دارم خواسته ای دارم چه کار باید بکنم حضرت فرمودن کافی لبهاتو تکون بدی ما میشنویم و برای تو آن خواسته را میخواهیم جواد و لعمه امام جود و کرمه خیلی ها توصیه میکنند جوانان و اونهایی که کار دنیاوی دارن هرچند همه حضرات در همه امور راهنما و رهبر و راهگشای ما هستند ولی اصطلاحا برای هر امری ما رو به یک سمت و سویی هدایت کردن. فرمودن توی امور دنیایی به آقا عواد مراجعه بکنید و به شدت مؤثره و به شدت مؤثره هممون تجربه کردیم من حقیر هم حاجت هام رو گرفتم از آقا جواد پس برای امر دنیاتون دست به دامن آقازادهی بشید که امام رضا بهشون توصیه فرمودند از دری خارج شو که مردم بیشتر بر اون ایستادن خودت رو در معرض مردم قرار بده و الی آخر توصیه میخوام بگم جواد الائمه علیه السلام هوای دل من تو رو داره فقط کافیه از جای دیگه ببری به سمت او متوجه بشی و او رو واسطه خودت و خدای خودت قرار بدی اون وقته که متوجه خواهی شد که هر کس در این خونه آمد پیروزه و هر کس از این خانواده جدا شد رفوزه بازنده بلکه بدبخت روزگار بذارید سلاممون رو در این شب جمعه با این حس و حال خوبی که از این ایام پرنور داریم تقدیم بکنیم به آقا سید الشهدا به نیابت از آقا جواد الائمه من این کار رو و این حالت رو و این توصیه رو از بزرگترای مکتبم دارم فرمودند که یک کاری کنید حضرات رو در ثواب خودتون شریک کنید یا اگر بی ادبی نباشه درگیرشون کنید وقتی من از جانب امام جواد علیه السلام به آقا سید الشهدا سلام میدم خیرش دو ست چندان میشه زیارت امام حسین از هر کجا که باشه صاحب ثواب و خیره و گوینده اون سلام رو پر بهره میکنه حالا قرار باشه تو نایب امام جواد در این امر باشی امام جواد هم خودش به تو سله میده پاداش میده حاجتت رو میده تهش دوباره میشه همون جمله قدیمی خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله السلام علیک یا مولای یا قمر العشیره یا باب الحوائج یا ساقی عطاشا کربلا السلام علیک یا مولای یا قمران. عشيرة السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن حسین و اولاد الحسین و علا اصحاب یه قدم دلاتونو ببرم کازمین از باب المراد محضر این پدر بزرگ و که خدا به یمن اونا به ما روزی میده یه سلام عرض کنیم السلام علیک یا محمد ابن علی ایوه التقی الجواب یا ابن رسول الله السلام علیک و علی آباك.

کی باید باشه که آوه رو داری کنه یا که این که این دفعه امام رضا سلام مجدد محضر شما بینندگان عزیز و اما این هفته در خدمت صدیق مکرم و استاد گرانقدرم حضرت اوجت الاسلام شیخ ابوالفضل احمدی هستیم دعوت ما رو پذیرفتن و خوشحالیم از اینکه محضرشون حاضر هستیم سلام, سلام علیکم سلام علیکم خیلی خوش آمدیم سلام. بس و ایام علیکم. علیکم. سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم که در این لحظات ناب شب جمعه از شبکه جهانی بیت العباس صلوات الله علی نظارگر این برنامه هستند چطور احوال ها؟ ارادتمند شما هستند خیلی. باشید و, و خوش منت حسب وظیفه خدمت بسید ایام رجب که پر از خیر و برکت و ایام ولادت ها جوادال احمرم پشت سر گذاشتیم بینندگان میدونن ما توی این برنامه دیربازی سعی کردیم که فرهنگ انفاق رو خاصه انفاق در مسیر فرهنگی به تعبیری حالا نظر فرهنگی و امثال این سوتیترها رو به تعبیری جا بگندازیم و مهمانان محترم و کارشناسان نظیم که آمدند توی این مسیر صحبت کردن حالا بنده مثل یک دانش آمو سراپا در خدمت شما استفاده بسم الله الرحمن الرحیم ابتداعا جای داره که تبریک ارز کنیم ایام پشت سر و ولادت با سعادت حضرت جواد العیم سلامات الله و سلامه علیه دردانه ی آقامون علی ابن موسر رزا ولی نعمت این کشور و همچنین ولادت پر نور و سرور شهزاده حضرت علی اسقر سلامات الله علی که دهم ده رجب به دنیا آمد و دقیقا دهم ده محرم روز آشورا شش ماه حضرت تمام, تمام و هر دو نور و هر دو مولود این ایام با هوائجی هستند برای هوائج دنیاوی مردم خاص آقامون جواد که مظهر جود و کرم خداوند متعال هستش و جالب اینجاست که روایت سریح از وجود ناظرینه حضرت ختم المرسلین صلوات الله علیه که میفرماید برای حوائج دنیا به هر کدوم از حضرات مراجعه کنید و متوسل بشید در رابطه با آقامون جواد الام صلوات الله علیه روایت تعبیر کلام خاتم الانبیا صلوات الله علیه میفرماید فستنزل به رزق من الله عزوجل به واسطه این آقا یعنی مولود این ایام حضرت جواد و لعیم الله علیه خداوند متعال حوائج دنیاوی و رزق مادی انسان رو برای انسان قرار میده پس این نیست که ما مثلا احساس کنیم از روی زوقه که همه توصیه میکنه دقیقا کلام خود ندارد. حضرات هستش که خاتم الانبیا در رابطه با حضرات معصومین روایت طولانی است غرض کلام من این قسمت که حضرت میفرماید امور دنیوی و مادی خودتون رو با آقا جواد الائمه در میان بگذارید متوسل با آقا جواد الائمه بشید و بالاتر و جالبتر نماز آقا من جواد صلوات بله. الله علیه بله. بسیار مجرد بسیار برای حوائج دنیا مجرب اما نکته و کلام عرض کلام حقیر اینجا که حضرت جوادالائم صلوات الله علیه که امام رضا فرمود مولودی پربرکت امام جواد صلوات الله علیه برای حوائج دنیاوی مردم که انسان بدون آقا اینکه اهل بیت فرمودن حتی نمک سر سفرتون حتی بند نعلین و کفش خودتون رو. یعنی ریزترین موضوعات زندگی رو اهل بیت ارائه دادن ارجاع دادن که از سوی حضرات معصومی ما دریافت بکنیم فلزات و زیارت ماه رجب زیارت رجبیه حضرات معصومین علیه السلام، ما خطاب به اهل بید اینطوری عرض میکنیم انا سائلکم و عاملکم فی ما علیکم و تفویز و علیکم و ما گدای شماییم ما چشم امید دوختیم به کرم شما به اون چیزی که شما دارید به ما عنایت میکنید ما چشم کرم داریم نگاه کرم داریم به دستان پربرکت شما فلزا امام رضا صلوات الله علیه هم زمانی که حضرت رفتند به سمت توس امام جواد رو غلامان حضرت از درب فرعی منزل ورود و خروج میدادند که دیگران و به صلاح نزدیکان و حتی اقوام حضرت مزاحمتی یا به تعبیر مصدع و اوقات شریف حضرتش نشن امام رضا نامه نوش برای حضرت جواد امی که ورود و خروجت از درب بزرگ باشه حتی به اقوام و خیشان نزدیک به اموها و اموزادگان بیشتر بده 250 دینار یا 50 دینار حضرت میفرماید بده زمانی که سوار بر مرکب خودت میشی سکه های طلاق و همچنین حضرت میفرماید کیسه های نقره رو همراه خودت بیار هر کسی دست گدایی به سوی این آقا یعنی جواد الائمه صلوات الله علیه دراز بکند عنایتی که از سوی اهل بیت هست دست خالی رد نمیشه انسان اما نکته اینجاست که ما میخوایم انفاق رو از این حضرات یاد بگیریم سیره اهل بیت علیهم السلام بر همینه اینکه خدا تو قرآن کریم میفرماید من منزل لذی یغرض الله غرزن حسن کسی هست که به خداوند متعال قرض بده امیر توی نهج البلاغه در زیل این آیه روایت حضرت میفرماید که امیر میفرماید می فرماید له ولهو خزائن السماوات سماوات کسی داره به شما میگه به من قرض بدید که خودش خزائن آسمان و زمین به دستش یعنی به تعبیر ساده تر میتونیم بگیم خدا داره ناز بندش رو هم میکشه صاحب مال میگه یه بخشیش رو به, یه من, بخشیش رو, رو به من بده که من میخوام تو رو شریک بکنم تو مال خودم شخصی اومد محضر امام صادق صلوات الله علی به امام صادق عرض کرد گفت آقا اوضاع مالی من خیلی خراب شده از پس اوضاع زندگیم بر نمیام عنایتی کنیم امام صادق فرمود صدقه بده حضرت فرمود آقا رو کرد به حضرت گو آقا پولی ندارم دستم خالیه, دستم خالیه. حضرت فرمود صدقه بده گو آقا پولی ندارم حضرت فرمود بازم صدقه بده چرا صدقه بدم آقا حضرت فرمود تو یک درهم برای خدا میدی خدا هفتاد درهم برای تو بر نکته اینجاست که ما فکر میکنیم کسی که صدقه در راه خدا بده یا انفاقی در راه خدا بکنه از مالش رفته از مال رفته در حالی که از این جیب به این جیب هفتاد برابر کرده <applause> یعنی ببخشید کلام حضرت عالی رو قطع میکنم یعنی اگر انسان اعتماد به خدا و اهل بیت علیه مسلم داره داشته باشه رمز ثروتمند شدنش در انفاقه دقیقا. رمز این که آقا ما بتونیم کسرت مال داشته باشیم این اعتماد به خدا و اهل بیت میخواد اگر این اعتماد باشه ما رمز ثروتمند شدنمون اینه که در راه خدا انفاق بکنیم اما جناب آقای موسوی انفاق فقط به بذل و بخشش مال نیست بله. درسته که اهل بیت فرمودن از نشانه های افراد اهل بهشت یدون معطی دست عطا کننده است دستی که طرف بده داشته دست بده داشت بذل و بخشش فراوان داشته باشه یه موقع انفاق انفاق مالی در روایات ما داریم و زیاد آیات قرآن و کریم و روایات اهل بیت زیاد یک موقع انفاق انفاق آبروه. مقام و مرتبه‌ای که انسان درش قرار گرفته در روایت داریم زمانی که انسان در عالم قبر و منزل بعدی عالم برزخ که قرار میگیره از انسان علاوه بزرگ مالش که از کجا به دست آوردی و کجا خرج کردی چون در روایت از وجود نازنین خاتم الانبیا صلوات الله علیه میفرماید در صحرای محشر انسان قدم از قدم بر نمی دارد مگر از سه چیز از این سوال کنند یک ان فیما فی ما تو از عمرت کجا این عمرت رو خرج کردی صرف کردی جوونیت رو در خونه کی خرج کردی گفت خوشحال از این جوانی از دست رفتیم کم کم با حسین حسین پیر, پیر میشه. می می <تصفح> یه کسی جوانی خودش رو در خانه آقامون ابا عبدالله الحسین خرج کرد میگه الحمدلله در خونه امام حسین عزت پیدا کردم بله گفت لطفی که کرده ای تو به من مادرم, نکرد ای مهربان تر از پدر و مادرم مدرم. حسین حسین جان ابا عبدالله الحسین و نوکری در خانه اهل بیت علیهم السلام یک عزتی به انسان میده این عزت رو داره از سوی اهل بیت به دست میاره پس منشأ این خیرات و حسنهایی که انسان داره حضرات معصومینه درسته کما بله. اینکه ما تو زیارت جامعه میگیم تع کل دو شریف ل شرفک شریف هر چیزی که تو این عالم امروز شرافت و بزرگی داره از در خانه اهل بیت علیه مسلم داره هر حسنی تو این جامعه امروزی هست و تو این عالم وجود هست از صدق سری و انایات حضرات معصومین علیه مسلم هستش عمری که به انسان خداوند متعال عطا کرده کجا خرج داری میکنی؟ باید اونجا جواب بدی مالت کجا به دست آوردی کجا خرج کردی راه حلال به دست آوردی تو چه مسیری خرج کردی انسان باید جواب بده سوم هم پیغمبر فرمود انا خوب به علی بن از محبت آقامون امیر المؤمنین صلوات الله هم اما عرض کلام حقیر اینجا که ما غیر از انفاق مال انفاق آبرو هم داریم این آبرو رو ما از کجا به دست آوردیم حالا آبرومون رو داریم جوری خرج میکنیم آقا سیره حضرت جواد به پنهان شدن نبود به قرار گرفتن در عموم مردم بوده این که حضرت میفرماید از باب کبیر و از در بزرگ رفت آمد کن که همه توی جواد الائمه رو ببینن ما باید یاد بگیریم اگر جایگاهی رو پیدا میکنیم پس این جایگاه قرار هست در بین مردم خرج بشه این آبرو قرار هست به این عوام و ناس خرج بشه نه این که آقا بگی نه حالا که چون منو میشناسن حالا چون فلان هستیم نباشه خودمون رو از دسترس دیگران خارج بکنیم یک بعد انفاق اینه که اگر انسان آبرویی رو به دست آورده این آبرو رو برای مردم خرج بکنه نتیجه چی میشه لئن شکرتم لازیدن نکن کسرت آبرو کسرت عزت کسرت بزرگی این نشان از اینه که انسان درست ید معتیه داشته باشه نه فقط به ما بلکه به جایگاهی که داره ببینید ریز ریز کلام اهل بیت و رفتار اهل باید برای ما الگو باشه حضرت میفرماید همیشه دستت باید پر باشه جواده کیسه های زر و نقره رو همراه خودت داشته باش فزه و زحب رو داشته باش چرا هر کسی میاد پیش تو دست خالی رد نشه دو خودت رو در بین عوام مردم قرار بده این عوام مردم یعنی همه مردم تا میخوان حضرت رو ببینن راحت میان سراغ حضرت حاجتی روشون اتام حضرت عنایت میکنه میگیرند و میرن درست شد سومین نکته در بحث انفاق انفاق در اون رفتار ما نسبت به حضرات معصومین علیه السلام هستش ببینید همونطوری که مستحضر هستید حضرات معصومین باب خدا هستند نحنو باب الله و تبو الیه الوسیله چه امیر المومنی فرمود دحنون الوسیله این وسیله ما اهل بیت علیه السلام هستیم یک بعد انفاق برای دیگران هست یک بعد انفاق برای خدا و اهل بیت ما برای خدا و برای اهل بیت علیهم السلام کاری را انجام بدیم برای بالا بودن پرچم حضرات معصومین علیه مسلم که تا قیامت بالا هست ما باید بریم زیر این پرچم قرار بگیریم انسان بیاد از مالش از زندگیش از جان خودش خرج بکنه تو زیارت مطلق ی آقا مود سید و شهدات این شب جمعه که شب زیارتی حضرت هست میگیم به ابی و امی و اهلی و مالی و ولدی و ما خولنی رب پدرم مادرم فرزندان. فرزندانم زن و زندگی بعد آخرش دیگه سنگ تموم میذاره اصلا و ما خولنی ربی هر چی خدا به من داده فدای شما اهل بیت علیهم چیزی برای خودم نمیخوام هر چی میخوام برای شما میخوام رسیدن به این مرحله خودش یک جهد و کوششی میخواد که خود همینم فکر کنم یه انفاقی تو دلش نهفته است که آدم شك. بیاد بالا به این مرحله برسه که اصلا رو به زبان بیاره حالا عملش که نور علا نور میشه شما نگاه کنید تو اصحاب آقامون موسی سید شهدا سلام سلامت بات الله علیه امیر المؤمنین صلوات الله علیه بعد از سفین که حضرت وارد کربلا شدن حضرت در رابطه با اصحاب سید و شهده فر بود مسارع و شاق, شاق. شهده اینا اول عاشقن بعد شهیدند عاشق اصولا چیزی رو برای خودش خودش نمیده. هر چی میخواد برای معشوق میخواد قدیمی ها یه جمله ای داشتن میگفتن که عاشقا هم کرن هم مکون. کورن هم لالن مضمون روایت دیگه بله عاشق و هر نه جز معشوق نه چیزی رو میبینه نه کلامی رو میشنوه نه چیزی رو میخواد هر چیزی هست معشوق خودشه درست شد. نکته اینجاست که اصحاب عبا عبدالله حسین که اول عاشقند بعد شهیدند خیلی از افراد فکر میکنند اینها افرادی بودند که شاید جایگاهی رو نداشتند. در حالی که برعکس بزرگان سری بودند بودن تو سرها بزرگانی بودند برای خودشون چه از لحاظ مان و چه از لحاظ مقام و مرتبه و شهرت و اعتبار... علم و... اعتباری که در حضرت نامه ای که نوشتن برای جناب حبیب جان عالم فرش. در رابطه با حبیب میفرماید ال رجل الفقیح فقیح. حبیب ابن یک شخصیتی که فقه بله. فقیه در دین بوده یعنی از لحاظ علمی برای خودش جایگاهی بوده پس انفاق علم اومد کربلا بله. از علم خود شب عاشورا داره مایه میذاره تو رکاب سیدالشهدا جناب حبیب بله بله. بله. امثال زهیر ابن قین و امثالهم اینها از م... از ملاک های کوفه بودن تو مولی بودن برای خودشون اینها ملک زیاد داشتن همه رو رها کردن یک چیز دیدن فقط و معصومین علیه السلام انفاق یعنی اینکه تو مسیر اهل بیت علیهم السلام خودش رو صاحب چیزی نبینه هر چیزی هست امام جز برای امام چیزی نمیخواد هر چیزی هم میخواد به دست بیاره فقط برای امامش خرج بکنه فقط برای امام خودش خرج بکنه تو احوالات یکی از این پیر های آقا مونبا عبدالله الحسین که من موقعی که رفتم کنار مزار ایشون دیدم روی سنگ قبرش اسم خودش رو هم ننوشته من گم شده یه نام تو هم یا ابا عبدالله اسم دیگه ندارم خب حلت به فنایی شاید یک وجه شاید, شاید این باشه دیگه حداقل من خودی را نبینم میتونم به زر سقاطه بگم اقل اقل, اقل اقلش همینه که دیگه خودم رو نمیبینم حتی اسم خودم که آقا من فلانی هم. نه یه نوکر امام حسین اون باید گل کنه او باید. اون باید, باید کنار یعنی میخوام اینطوری بهتون بگم واقعا یک عاشق و دلباخته ای از ابو عبدالله الحسین سلام خدا رحمتش خدا رحمتش کنه من مسجد ایشون منبر میرفتم یک آقایی بود از ملازمای ایشون و بیست و اندی سال همیشه اکثر وقتش رو کنار ایشون گذارن تا لحظات آخر کنارش بود و داخل قبر گذاشت و همه این برنامه ها میگفت یه روزی نشسته بودیم در رابطه با یکی از این مسئله های روز جامعه امروزی ما صحبت بود تو جمع همه میگفتن اینطوری شد اونطوری شد اینطوری شد تو عالم خودش تو عالم نوکری خودش رو کرد به این جوون گفت فلانی اینی که دارید میگی چیه یه مسئله روز مملکت ماست ام. خب گفت اینی که دارید میگی چیه ربط به امام حسین داره یا, نه. یا نداره نوکر جز آقا و ارباب خودش هیچی نه دیگه نه. نمیبینه دیار. اگر رفت داره به آقا مون سید و شهده در موردش صحبت آه. کنیم نگران باشیم برا بالا پایین رفتنش برا دقدقه مردم اگر رفت نداره رها کنیم ما آقایی داریم ابا عبدالله مونسن. خیلی میخواد ها تا به این مرحله خیلی میخواد این مستاق به ابی و امی و اهلی و مالی و ولدیه آره دیگه که هیچی نداشت پله رو رفته هر چیزی هست وصله به حضرتش باشه اگر بود اهل بیت فرمودن ما برات تکمیل میکنیم اگر نبود اهل بیت علیه السلام نگاه میکنن به ظرف شخصی اومد محضر جواد الائمه سلامات سلام سلام. الله علیه گفت عنایتی کنید تصدق علینا یا امام جواد یه نگاهی بش کردن گفت آقا به کرم خودت و به مروت خودت به بزرگی خودت به من بده حضرت فرمود نمیتونم بدم گفت آقا پس به اندازه من به من ظرف حضرت صد سکه بهش دادند اگر به اندازه آقا بخوایم آقا ما نمیتونیم یک آب یک بشکه 200 لیتری تو یه لیوان آب خالی کنیم به اندازه یه لیوان توش آب جا میشه درسته بله، بله. بیشتر از این گنجایش نداره خیلی مسیر اون وقت شاید از اون طرف برعکس جنگ بیایم برمیگردیم اهل نگاه میکنن به ظرف خودت اگر اومدیم ظرف وجودی خودمون رو با انفاق بیشتر کردیم وسیعش کردیم لئن شکرتم شد هی عنایت بیشتر میشه هی بنایت میشه یدون معتیه داره بهش میدیم از آبروش داره مایه میذاره هی کسرت آبرو پیدا میکنه هی آبرو اعتبارش بیشتر میشه اما میبینن نه ظرفش به همین اندازه است اهل بیت فستنزل به رزق اما خاتم الانبیا فرمود رزقت رو بد میدیم یه موقع لیوان میاری یه موقع پاتیل میاری کاسه میاری پیاله ده. میاری یه موقع پاتیل میاری نگاه میکنیم به خودت ببینیم چی داری تو چی کاره ای که ما بهت بدیم من کلام آخرم رو عزیزمون ارزم رو تمام کنم اومد محضر امام صادق الله سلام. اصحاب نشسته بودن به دور حضرتش رو کرد به امام صادق و آقا انایتی کنید حضرت فرمود پولی نداریم بدیم ظرف انگوری مقابل حضرت بود حضرت یه خوشه یه انگور برداشتن فرمودن بیا انگور بخور گو آقا من میگم پول میخوام انگور به من میده انگور به چه درد من امام صادق فرمود بیشتر از این ندار. هیچی نگفت رفت گوشه ای با اصحاب دیگه نشست بعد از مدتی یکی از اصحاب اومد با آقا تصدق انایتی کنید اوزا خراب امام صادق دست کردن داخل این ظرف انگور به اون یه خوشه انگور دادن بله به این شخص یه حبه انگور دادن فرمودن پولی نیست بیا انگور بخور انگور رو گرفت بوسید به دیدگان خودش کشید تا به دیدگان خودش کشید گفت آقا اگر اجازه بدید من این انگور رو نخورم این انگور رو میبرم منزل و رو میچکنم داخل ظرف از آبی که متبرک شده به انگور که, از دستان, دستان مبارک شما, شما, شما گرفتم به نیت شفا میدم اهل خانه بودم امام صادق لبخندی زدن یه خوشه انگور دادن گرفت گفت آقا منت گذاشتید ممنون شما هستم لطف کردید حالا دیگه به هر کدوم از اهل خانوادهم یه, دونه یه انگور حبه میرس. انگور میرسه حضرت سبد انگور رو دادن آقا لطف کردید آقایی کردید حالا به هر کدوم از اهل خانوادم یه خوشه انگور میرسه امام صادق فرمود قلم و کاغذ بیارید فلان تاکستان فلان منطقه رو نوشتن حواله کردن گفتن فلان تاکستان زدم او اون صوابگو آقا خوب به ما میدادی حضرت فرمود دادیم نخواستی تو نخواستی نخست. بیایم از نگاه انفاق بهش نگاه کنیم انگور رو فقط برای خودش نگرفت گفت میبرم با خانواده هم, هم میخورم نکته زیبایی این دوست. میبرم با خانواده هم میخورم حضرت دید داره انفاق میکنه کرم کرد خوشه رو داد گفت آقا بازم میبرم با دیگران میخورم یه حبه شاید اصارش یه لیوان آب بشه یه ده نفر حالا یه خوشه انگور به پنجا نفر میدن سبد رو داد تاکستان رو داد چون دید نکته این انفاق تو یه دون معتیه داره یا از آب رو یا از مال خودش بسیار عالی ببخش خیلی عالی بود ممنون از لطفتون بزرگم انشالله هممون الگو بگیریم هم دست معتی داشته باشیم و هم جامعه که همشون حکم خانواده ای ما رو دارن بالاخره چون تاثیر داره روابط ما با دیگران در انتقال دینمون و در حالا زندگی های روزمررمون. پس به فکر هم دیگه باشیم و این موضوع انفاک چقدر خوب در کلام شما و با مصداقهای دینی که آوردید انشالله الگو میگیرند بینندگان و ثوابش رو با شما شریک خواهند انشالله خیلی ممنون و چکر. امیدوارم این گفتگو رو دوست داشته باشید و به کار ببندید مال شما تکثیر بشه حالتون خوب بشه و دلتون خوش یه بخش رو تقدیم شما بکنیم برگردیم و انشالله ادامه برنامه اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم و نور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقلت به من الحيرة وارشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك وَبَقِيَّةَ اوسيائك نکردزیزان حکیم و اما میخوام پیام های شما مردم خوب رو بخونم. انایت داشته باشید که میتونید برای ما با شماره دو سفر و ۸ برای ما پیامک کوتاه واتساپ و یا اینکه ایتا پیام دل گفته دل نوشته و یا اینکه مطلبی رو که دوست دارید به سمع و نظر دیگران هم برسه رو برای ما ارسال بفرمایید و اما آغاز کنیم بخش پیام خانی برنامه دخیل این شب جمعه رو سلام وقتتون بخیر حاجت دارم دعا کنید انشاءالله من هم حاجت روا بشم نظیفه حسینی رابط انشالله که به حق آقا امیر المؤمنین و جواد الائمه در این شب و روزهای عزیز حاجتتون و مطلوبتون براتون حاصل بشه عزیز دیگری پیام گذاشته که برای سلامتی آقای بهروز مسلحی دعا کنید و برای برطرف شدن مشکلات خانم مریم حسین پور نیز دست بر دعا بردارید الهی آمین انشاءالله که خدا به شما سلامتی و طول عمر بده حاجتتون رو هم بگیرید و همه بیماران لباس عافیت به تنشون پوشیده بشه سلام وقتتون بخیر از سخنرانی های آقای علوی بیشتر برنامه بگذارید ما فیض میبریم بسیار هم عالی که اینقدر با دنبال میکنید برنامه های متعددی از استاد علوی تهرانی داشتیم و در کنداکتور برنامه روزانه تقدیم شما میشه ولی کن چشم به دید منت نظر و سلیقه شما رو هم احترام میگذاریم این پیام رو بیننده محترم با فامیلی خسروی برای ما فرستاده بودن من اسمشون رو هم خوندم و انشاءالله که انجام وظیفه خواهیم کرد سلام وقتتون بخیر حدیث کسا رو با صدای آقای سماواتی بیشتر پخش کنید. این رو هم چشم سعی کردیم به تنوع هر روز با یکی از عزیزان مددا برنامه رو تقدیم شما بکنیم که اون تنوع خاصه خودش رو پیدا بکنه پخش ولیکن به احترام کلام شما هم چشم انتقال میدیم به دوستان پخش از اونها میخواییم که احترام کنن نظر شما رو زینب سادات بهشتی پیام گذاشته که سلام وقتتون بخیر ممنونم از شما احیاگران مکتب حقه تشیع و انشا الله تلاش شما ثبت شود و شامل دعای امام صادق علیه السلام بشوید که فرمودند رحمت کند خدای کسی را که برای ما فعالیت میکنه و امر ما را احیا می نماید. خیلی ممنون متشکرم از لطف شما بیننده عزیز دیگری فرمودن که سلام علیکم انشالله در حرم ارباب و حرم اول فضل ما رو دعا بفرمایید برای شفای همه بیماران خاصه خواهرزاده جوانم سیامک التماس دعا دارم بهشتی برایمون این پیام رو فرستاده بودن خیلی ممنونم که ما رو اینقدر قابل میدونید و پیام های خوبتون رو میفرستید از ما تقاضای دعا میفرمایید به تعبیری این لطف شماست به ما نگید چقدر از خود راضی میگه چقدر خوبه که از ما طلب دعا میکنی نه امام حسین علیه السلام میفرمایند بهترین کارها ادخال و سرور فی قلب مؤمن بعد از نماز واجب و اگر من بتوانم با دعا قلب شما رو شاد کنم حالا به خاطر برطرف شدن گرفتاری تو به خاطر استشفای بیمارتون و یا هر امر دیگری این برای من خیره و شما با التماس دعا گفتن زمینه رسیدن این خیر به من رو داری فراهم میکنی پس من باید ممنون داره شما باشم این یک نکته نکته دوم باز وجود نازنین آسای دو شهده در روایتی داره که خدا اگر خواست به کسی خیلی رو برسونه خوبی رو به او برسونه او رو محل اتکا و دعای مردم قرار میده مردم هوایجشون رو به او می سپارند و به او اعلام میکنند این جزء مواهب الهی است و ممنون داریم که ما رو قابل این مواهب میدونیم دو صف 964 چهار شماره آخر 54 44 برای اون پیام فرستادن که ما رو دعا بفرمایید و در کنار حضرت معصومه کریمه اهل بیت علیه ما سلام. ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید انشاالله انجام وظیفه میکنم یک سری پیام های خیلی کوتاه هم داریم سری بخونم باید بریم امشب با مداح عزیزمون همراه بشیم از افغانستان فاطمه برامون پیام فرستادند گفتن بابا مریض دعا بفرمایید از امام حسین و علمدار وفاش با وفایش اسخای میکنم بخواهید که بیمار ما رو هم شفا عنایت بکنه 913 5045 چند تا پیام دیگه هم داریم که همه داله بر همین بحث التماس به دعا برای استشفای بیماران هست از خداوند میخوام که حاجت قلب همه و بیماران منظور شما رو انشاءالله لباس آفیت بپوشانه خب یه بخشی رو بخش تقدیم شما میکنیم با عزیزمون برمیگردیم و انشاالله لذت خواهیم از آن خوشم که شدم نوکر سرای حسن منم غلام کسی که بود گدای حسین چشم داد خداوند تا که گریه کنم, <applause> کنم یکی برای حسن <applause> آن یکی برای حسن اما شبهای اید است و شبهای سرور توی این شبها قطعا همه من و شما دنبال یک نغمه دل روباه هستیم که روحمون رو پرواز بدیم اگر که بعد مسافت بین ما و حضرات فاصله انداخته به وسیله این امواج بتونیم کازمین یا نجف امیر توی این روزها حاضر بشیم و همراه با سرور کائنات ما هم مسرور باشیم انشالله امروز برادر خوب و دوست گرانقدرم باید اینجوری تعبیرا به قول معروف معرفی بکنم ملا مسعود شیرین عزیز از دوستان بسیار خوب دو زبانه در امر ستایشگری که به منظرشون سلام میکنم و امروز مهمان ما هستن آجا سلام سلام هم علیکم وقت شما خیلی خوش آمدین عزادم. وقت شما بخیر من ده هم زنده باشید خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتین و دلوقتي. من هم تبریک میگم این ایام به محضر شما ان همیشه شاد و سرخوش باشید ان شاء الله و همچنین یه سلام علیکم و بیننده ها داشته باشین بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شاد باش میگم این ایام رو ان شاء که این شادی ها به شادی اصلی ما فرج آقا صاحب از زمان ختم بشه و انشالله همه ما پا برکابان باشیم انشالله و ما پا شما ایمان. عزیزم این پا همون امام زمان همه دنیا رو در بر خواهد گرفت خیلی نمیخوام اطالعه کلام بکنم ولی دوست دارم که این سوالو بپرسم شما در هر دو فضا در هر دو زبان دارید نوکری میکنید و ستایشگری میکنید کدومش براتون شیرین تره به زبان عربی به زبان فارسی خب واقعا مثل اینه که بگن سی و دوستری یا پرتقال <applause> آدم هر دوتا <applause> هر دوتاش واقعا شیرین و داشتنی هر کدوم هم فضای خودشون رو داره یعنی یه سری لغت ها یه سری تعبیرات توی زبان عربی هست که صد درصد تو زبان عربی نیست و بسیار شیرین و پسند زبان فارسی نیست توی زبان فارسی نیست بله که بسیار پسندیده است و بالعکس هم هست طبیعتا ولی خب ادبیات عرب رو اگر از انصاف خارج نشیم غنی بله خاطر نوع حالا زبان و گویشش بله صد هم یک تعابیر خاصی رو میارن که گاهی اوقات خود من مثلا توی فارسی زبان ها ندیدم حتی نه حتی آذری ها هم اونها مید طولایی دارن در آوردن یک سری تعابیر خاص و معادلی هم نمیشه آورد براش آره. فارسی, هم نمیشه معادلی خودت دوست داری بیشتر کدوم خب من بیشتر به زبان عربی دارم که... اگر اشتباه نکنم شما جز سربازان امام هم زمان هم هستید درسته؟ طلبه اید؟ بله 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 الحمدلله بایدارشو. خب طبعا تسلطت و واقف بودنت به زبان عربی هم حالا از جهت حرفه درس درسی هم بیشتره غیر از اینکه خب شما جز عرب زبان هم هستید کربلایی بله الحمدلله, الحمدلله. و نفتخر خلاص شما آقا در خدمتتون هستیم نفس گرمتون استفاده بکنیم و لذت ببرید دوست زیره و کرمون آورد عزیز ما نفرمایید خواهش می‌کنم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی یا مولا يا محمد بن علي. أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله. نشستم بنویسم گدا نمیخوای میان خانه خود بی نوام نمیخوای آقا جان نشستم بنویسم کریم یعنی تو کریم زاده تو حاجت روان نمیخوای به خاک تیر اگر بنگری طلا گردن آقا جان تو علم و معجزه و کیمیا نمیخوای قسم به روی شما خوب میشم آقا فقط بیا و نگو که مرا نمیخوای هر آن که بسته به چشمت دخیل سیدنا نشسته روی پر جبرئیل سیدنا بخر مراز وفا یا جواد درکنی مولا امیر هر دو سرا یا جواد ادرکنی فقط زراه ولای تو یا ولی الله ربم به سوی خدا یا جواد ادرکنی نشستم که <applause> بگیرم برات رفتن خود به شهر کرب و بلا یا جواد ادرکنی توی تو زاده شمس و شموس یا مولا, مولا علی اکبر سلطان بحبه توس یا مولا <applause> اولای من من از نگاه مدامت دوام میگیرم ولایت از سخنان امام میگیرم من آنقدر به شما میدم سلام آقا که آخر از تو علیک السلام سلام میگیرم میگیرم به سنگ فرش حریم تو میکشم دستم تبرکن در بیت حرام میگیرم میگیرم دلم دوباره به یادت به شور و شین به سر هوای پریدن به کازم اینا ام ایام ایام ولادت آقامون شاهزاده <سؤال> علی ایون الاسغر به قول عرب زبان ها طفل رویع یه چند خطی اولین نهیب رو آقا میزنه که شش ماه دیگه مونده به آشورای پدرم عبی عبدالله الحسین اولین آمادگی و تو ولادت آقا به نظرم پیدا میکنیم بله کیست این تفت که این تماشا دارد با همین کوچکیش حیبت مولا دارد جانم آقا چقدر رفته به هیدر بر رویش جانم چشمهایش شده مانند امویش جانم چشما باز جمال ازلی را دیدن سومین بار در این خانه علی را دیدن خیره مانده به سراپای علی چشم رباب شده روشن به تماشای علی چشم رباب خواهرش گفت عجب پیچش مویی دارد مادرش گفت عجب زیر گلوی دارد آب در کاسه دستان عمویش خورده نفس جرم رو قیب جلویش خورده, خورده. بنویسید رو باب از جگرش گفت حسین بحبه، بحبه. با از آن که به گوش پسرش گفت حسین وسط ذکر از آن بود که تفلش خندی آخه اشهد و انه علی ان علی ولی الله شنید گر علی از او شاه جهان خواهد شد عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد دل خندونه بارون رحمتی شبا فراونه بازم از تو بهش رحمت خیلی فراوون اومده فطرس با پر سوخته بازم به زیر ایوون اومده امشب تو مدینه همه صف کشیدنیدی ایدی میگیرن به 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 ماشالله میگن پسر شاه خراسون اومده ما لا میگن پسر شاه خراسون اومده وله به خیر قدمش ایوالا به جود و کرمش ایوالا به, ای به سحن و حرمش ابن الرزا ابن الرزا. ابن الرضا ابن الرضا دل آشوبم محبوبم تو که خوب باشی من خوبم چی از دنیا میخوام آخه تو تموم دنیای منی غوغای دو سرا که تو اعجاز مسیحای منی خوشبختونیه که جوونیش خرج شما باشه آقا به 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 خدا که علی اکبر آقای منی ای والله به جود و کرمش ای والله به خیر قدمش ای والله به سهن و حرمش ابن الرضا ابن الرضا ابن الرضا ابن الرضا احسن جم تو ختم عربی ما رو مهمون میکنید عزیز دلم

مرتضى وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي علوي هويتي علوي هويتي تأتي علوي النهج قد كتبت لعذب الله حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والدون وكان لي والدون هو أبا حسن فصرت من ذي هذا. أهو 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 أبا حسنين ما شاء الله مولاي وأمي وأمي وحق اللي بعث مرسل وامي انا اشير اطلب امل ودي وامي انا الي ووالد يحب حيدر وأمي وأمي رضعتني الولاية الحيدرية أحسنتم ما شاء الله, الله طيب الله أنفسكم إن شاء الله هم زیر پرچم آقا مرتزا علی باشید نفستون برای اهل بیت خرج بشه و توانتون دو برابر شما هم شما بر. خیلی محبت کردین محضوظ شدم دوست. امروز دوست. محضر شما بودم و دوست. برنامه و شب جمعه خوبی برای اون ساختید قربون شما شاء الله شما هم لذت بردید از محضر برادر خوبم جناب آقای ملا مسعود شیرین خداحافظی میکنیم یک فاصله تقدیم شما میکنیم برمیگردیم ادامه برنامه چشم خود را باز کن ای در زیافت را ببین صفرش اندازه دنیا وسعت را ببین صاحب سفره کریم است و به دنباله که فقط او را صدایش کن اجابت را ببین هر جان فانی ما نیست خیری بی حسین نان شاه شیدان باش برکت را ببین امیدوارم که لذت برده باشید و این بخش بسیار دوست داشتنی با نوای گرم برادر خوبم جناب آقای شیرین به دل شما نشسته دل هاتون هم حوالی باب المراد حرم آقا موسی جعفر و آقا جواد الائمه پرواز کرده در اون کازمین که الهی خیلی زود چشممون به اون دو گنبد نورانی و طلایی روشن بشه ان به احترام بینندگان عرب زبانمون که با ما همراهی میکنن این مکتم رو هم از جناب آقای آقا خواستیم که تقدیم شما بکنن بسیار هم زیبا دل اون جلا گرفت به نام مبارک امیرالمومنین میخواستم یه تعدادی پیام دیگه بخونم ولی با توجه به وقت برنامه میخوام خیلی کوتاه یک روایت دیگر رو از امام زمان تقدیم شما بکنم ای بشه در این شب جمعه شب دعا و رحمت و مغفرت دست هامون رو بلند بکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون دعا بکنیم خیلی وقت میگن که کلاه خودتون رو قاضی کنید آیا این گونه هستیم یا نه در فرازی از زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف این چنان میخوانیم ای مولای من و ای صاحب اختیار من اگر روزها به درازا بکشد و عمر طولانی بشود جز یقینم به تو و محبتم به شما و توکل و اعتمادم بر تو و جز توقع ظهور و انتظار آن دوران و جهاد در پیشگاهت چیزی در من فزونی نمیابد تا سرانجام جانم، مالم، فرزندانم، خانوادم و همه آنچرا که پروردگارم به من عطا فرموده است به پیشگاهت تقدیم کنم و تسلیم در مقابل امر و نهیت باشم به هارول جلد 102 خدایی اینجوری هستیم اینقدر بر عقیده خودمون استوار هستیم که اگر این چنین شد زهی سعادت اون موقع است که مستوجب سلام آقا رسول الله میشید فرمود سلام من رو به برادرانم برسانید صحابی گفتند یا رسول الله مگر ما برادران و دوستان شما نیستیم حضرت فرمودند هستید ولی برادران من در دورانی زندگی میکنند که نه مرا میبینند و نه آثاری از من اما بر سیاهی های روی کاغذ مراد همین روایات و آیات قرانه با نگاه به این سی... سیایی ها به من و اولاد من ایمان میاره اونها برادران ما هستن خیلی از من و شما خودم اینقدر سعادت و توفیق نداشتیم که امام زمانمون رو ببینیم البته به جد حضور او رو حس کردیم و الحمدلله رب العالمین بر این باور هستیم که امام حی عادلی دارید که عالم انتظار او رو میکشه وقتی که همه جا پر از جور و ظلم بشود می آید و همه عالم رو از عدل و داد پر می کند و گلستان می کند اما چقدر آدما هستند که ندیدند ولی باز بر این باور هستند و این ارزشمنده که ندیده یوسف بازار کنعان رو بخریم خدایا به حق این دو مولود تعبیر زیارتی است که در این ایام خواندید و میخوانیم خدایا به حق این مولودین در رجب از تو میخواهم موانع ظهور حضرت برطرف کنید و ما بقی غیبتش رو به ما ببخشایی الیا إلهي عز مال وبرها الخوف وانكشف القتال وانغتاء الأرذوب منعت السمع وأنت المستهون إليك المشتكي وعليك. Let it

الحمدلله رب العالمین امشب هم با تمام زیباییاش در کنار آقا جواد الائمه و پرواز به نجف امیرالمؤمنین بر ما گذشت و این برنامه سعی کردیم دخیل ببندیم و دست توسل به حضرات معصومین در این شب جمعه یک بار دیگه اعلام میکنم شبکه جانی به طلب علیه السلام خالی از هر گونه پوشش نسبت به بزرگان مراجع و یا مؤسسات فعالیت خودش رو داره انجام میده در این شرایط سخت مالی سعی کردیم فضای برنامه رو به قوت خودش برقرار نگه داریم و ممنون لطف تک تک شما مردم هستیم اما باز هم انایت داشته باشید که شبکه با همراهی شما مردم داره فعالیت میکنه سعی بر این داشتیم که دستمون رو جلوی کسی دراز نکنیم و اگر هم به شما میگوییم چون محبت اهل بیت رو در دلتون نمودار و هویدا میدانیم پس ما رو یاری بفرمایید و سپاسگزار لطف تک تک شما مردم خوب هستم پیام ها دلگفتا و دلنوشته هاتون رو میتونید برای ما به شماره 2098 993 323 صفر ارسال کنید توی برنامه بخوانیم باور کنید خیلی ها از همین پیام فرستادن و خوانده شدن در این برنامه و آمین شما بینندگان عزیز هواجشون برطرف شده هوایجشون مطلوب حاصل شده بیمارشون لباس آفیت پوشیده و خیلی موارد دیگه باور و یقین شما رو میخواد و ما هم خدمت شما هستیم بنده سید حسنین این موسوی به اتفاق تیم برنامه دخیل برای شما بهترین ها رو از خداوند متعال خواستارم امیدوارم که سلامت و تن درست باشید. تنتون سالم، لبتون خندون و دلتون شاد. یه بار دیگه این اعیاد رو به محضر شما و امام زمانم